ریاست کل قوا، فرمان جنگ، فرمان عفو عمومی، این جور چیزا ما نمیتونیم دست رئیس جمهور بدیم. در رأس اون مجلس چهره ای و شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظما منتظری حفظه الله. اگر قیام این مردم مسلمان نبود، شما سردمداراتون تو زندون محمد رضا میپوسیدی نمک به حروم. من میخوام تجلیل و تقدیر فراوان خودم را از حضرت آیت الله منتظری قائم مقام عزیز رهبری. اگه بنا بشه که برای اینکه سر کار بیمونیم پار و ارزش های دینی و اسلامی بگذاریم، اون وقت فرق بین ما و محمد رضای پهلوی چی خواهد؟ الله الله در انتخاب اصحاب خود. مسئله جنگ واقعش این است که او اولی که انقلاب شد ما شعارهایی تندم دادیم، بعضی گفتم که آقا ما نمیتونیم دور کشورمون دیوار بکشیم، بالاخره میخوایم با کشورهای همسایه روابط داشته باشیم. ایشون فرمودن نه خیر، ما میخوایم دور کشورمون دیوار بکشیم. و هر چه بدبختی ما مسلمونا داریم، یا از سلاطین جور و ظلم است یا از اون روحانیین وابسته به دربارها که توجیه کننده کارهای اونها هستند. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلام شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکارا تو تاریخ میمونید. از جلسه های بسیار تلخ روزگار ما بود. حکومت مردم باید باشه، مردم خودشون کشور رو اداره کنن، ولی فقط یه مجتهد اعلان، اینم شرط اعلان باشه. مرجعیت چرا بگیم مرجعیت؟ شما نیست چی در شان مرجعیت؟ اصلا ولایت فقیه خودم ما گفتیم، ما اعلان کردیم، حالا من شدیم ضد ولایت فقیه؟ چار تو بیت شه؟ اظهار نظری شده، اظهار نظر مخالفی هم بوده، خیلی از علما و شخصیت ها با اون اظهار نظر مخالفت کردن، راهپیمایی هم گسترده شد که رهبر معظم فرمودن دیگه متوقف بشه و متوقف شد. حالا ما دو نفر توی خونه با خانواده، بس دخترام و پسرام هم روزا میان سرم میزنن، دران نه هنوز نمیتونن صحبت هست که میگن میخوان رفت حصر بکنن. این جمهوری اسلامی نیست خلاصه. من هم دیگه ازمه گذاشته شدم، من میخوام مرد تقلید باشم، نه میخوام رهبر کشور. من یه پیر مرد از کار افتاده دیدم میمیرم. بسیط یعنی بسیط در راه خدا، نه بسیط در راه شیطان. هر کار گفتم بکن. زدن مردم به چه مجوزیه؟ هر کس که منو قبول نداره باید کتک بخوره. نمیشده؟